بالاخره بعد از یه هفته امیر تتلو پاسخ دختری رو که مدعی شده بود دوست دختر تتلو بوده و تتلو ازش سوء استفاده کرده رو داد. با ما همراه باشید، هم صحبت‌های این دختر رو میشنویم، هم پاسخی که تتلو به این دختر داده. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب چند روز قبل بودش که یه دختری یه کلیپی از خودش منتشر کرد که توی فضای مجازی خیلی دست به دست و وایرال شده بودش. توی این کلیپ این دختر مدعی شده بودش که دوست دختر تتلو بوده و تتلو اون رو اغوا کرده و به خونه خودش آورده و ازش همه جور سوء استفاده کرده و اون رو مورد عنایت قرار داد. بریم اول صحبت‌های این دختر رو بشنویم، بعدش پاسخی که تتلو داده رو هم براتون میگم. سلطان در کونش نبندن که بخواد انقدر وحشی ها رو غیر قابل کنترل بشه. سوس اول برداشتی، ما رو کوتاه کردی، موش کردی، حبسم کردی تو اتاق 2 هفته، به زور آوردی من آنتلیا. بی همه چیز فقط ازتون خواهش میکنم که این آدم منفور رو بیشتر از این نه گوش بدین، نه واقعا این جزء دسته نه حیوانات نه انسان چی حساب نمیشه. این یه حرومزاده پی همه کس میشنوست. خب بعد از این کلیپی که توی فضای مجازی خیلی پخش شدش، واکنش‌های مثبت و منفی زیادی به امیر تتلو اتفاق افتاد و خیلی‌ها به امیر تتلو به شکل‌های مختلف حمله کردند. ولی خب تتلو نسبت به این هجمه‌ای که بهش وارد شده بودش واکنشی نداشت. همین باعث شده بود که خیلی‌ها فکر کنن که شاید این دختر صحبتاش درست بوده و تتلو پاسخی برای این دختر نداره. ولی خب امروز بعد از چند روز بالاخره تتلو نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد و خانوم‌های گرامی، رپرهای مرده دنبال توجه، هنرمندای چیزی و دنبال فالوور، هیترهای عزیز، من قبلا جوابتون رو میدادم چون میدونم کمبود فالوور و محبت و معروفیت و مشکل مالی داشتید و میخواستم کمک کنم. وقتشو داشتم، الان واقعا وقت ندارم. دیگه مفری از تتلو تموم شد. واقعا تورهای کنسرت هام شروع شده، وقت ندارم شما چیز مشنگا رو آدم و معروف کنم. دیگه یا بکشید بیرون از ما یا هوادارا و تتلیتیا و گروه ضربت و ریپورت خودشون اینا رو ادب کنن که به ما نرسه اصلا. من واقعا نه نگاه میکنم اینا رو، نه میشنوم و نه جواب میدم. خب دوستان، این بودش صحبت‌های تتلو و انگار تتلو همه قضایا رو تکذیب میکنه و جوابی براش نداره. شما نظرتون چیه؟ به نظرتون واقعا تتلو از این دختر سوء استفاده کرده؟ حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.